هزینه های خرید خونه تو ترکیه چقدره؟ بعد از خرید خونه هر سال باید مالیات بدم. برای فروش خونه قوانین خاصی توی ترکیه وجود داره. اصلا ملکیو که خریدم میتونم بفروشم یا صاحب اول آخرش خودمم. اینا همه سوالاییه که تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه بهشون بپردازیم پس اگر ما رو سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو همه الان انجام بدین اگر زنگوله رو به صدا در از ویدیوهای جدید من با خبر میشین و اگر این ویدیو رو لایک کنید یه کامنت انگلیسی برام بذارید که دیگه خیلی خوشحال اون کنید بعدم بشینید تا انتهای ویدیو رو تماشا کنید سلام من سما هستم دوباره با یه ویدیو مهاجرتی دیگه در خدمتتونم سوالایی که تو این ویدیو میخوایم بهشون بپردازیم سوال خیلی آتون بوده هست و خواهد بود پس بشینید با دقت بهشون نگاه کنید گوش بدین به جواب سوالاتون نگاه نمی کنید به جواب سوالاتون گوش بدید خب در خرید خونه مسلما اولین قدم گشتن و انتخاب کردن و پسندیدن خونه‌ای که مد نظر خودتونه بعد از اون یه سری خرج ها موقع انتقال سند وجود داره اولین خرج هزینه املاکیه هزینه املاکی طبق قانون ترکیه همون که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم دو درصد از قیمت کل خونه است دو درصد از هر طرف معامله یعنی املاکی واسطه بین شما و فروشنده است دو درصد از خریدار که شما باشین و دو درصد از فروشنده به عنوان کمیسیون دریافت میکنم البته اینجا باید این نکته مهمی رو بگم اصولا ما ایرانی ها علاقه زیادی داریم که توی سیته ها یا پروژه ها به صورت پیشخریدی خونه بخریم. زمانی که شما یه خونه رو از خود شرکت سازنده میخرین دیگه اصولا نباید هیچ کمیسیونی پرداخت بکنید چون این وسط هیچ واسطه ای املاکی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه املاکی ها بین 4 تا 10 درصد از قیمت کل خونه رو از شرکت سازنده به عنوان حق کمیسیون دریافت میکنن. پس اینجا دیگه لزومی نداره که از شما بیان دوباره حق کمیسیون بگیرن ولی میان دو درصد هم از شما میگیرن. این دو درصد کلاه برداری محضه. هیچ دلیلی نداره که اون رو بگیرن چون قبلا کمیسیونشون پرداخت شده بذارید یه مثال بزنم که یه مقدار قضیه روشنتر بشه فرض کنید شما یه خونه به قیمت یک میلیون لیر به امید خدا از یک توی پروژه خریداری میکنید کمیسیونی که املاک بابت ملکی که برای شما پیدا کرده از شرکت سازنده میگیره چهل هزار لیره حدودن بعد میاد به شما میگه که خب حالا دو درصد هم شما باید به من کمیسیون بدی دیگه بعد تازه رو اون دو درصد تخفیف هم میده بهتون مثلا حالا مثلا میگه که حالا شما هموطنی و اینا عرفش دو درصد شما یه درصد به ما بدین و شما هم خوشحال و خندان که وای خدا چه آدم خوبی گیرم افتاده خدای مرسی چه املاکی خوب و منصفی گیرم افتاده ولی نمیدونید که این وسط دارید ده هزار لیر اضافه تر و برای هیچی پرداخت میکنید. اینجا جا داره که من یه پرانتز خیلی بزرگ باز بکنم یادتون باشه اینایی که گفتم در مورد پروژه هاییه که از سازنده شما میرید میخرید شما اگه برید یه آپارتمان بخرید اگر ملک توی پروژه هایی که تموم شده رفته همه واحداش فروش رفته و دیگه هیچ واحدیش دست سازنده نیست برید ملک به پسندی رو بخرید دیگه اینا در مورد صدق نمیکنه یعنی اون دو درصد املاک سر جاش نوش جونش از شیر مادر براش حلال داره. خب حالا میرسیم به هزینه سند زدن که توی ویدیوی هزینه های مهاجرت قبلا در موردش صحبت کردم لینکش اینجا میذارم اگر دوست داشتید برید ببینیدش و بیاید همونجور که گفتم هزینه سند زدن چهار درصد قیمت کل ملکه که باید به صورت نصف نصف بین خریدار فروشنده تقسیم بشه اما بایدی وجود نداره این قضیه کاملا توافقیه یعنی حتی کل چهار درصد میتونه فروشنده پرداخت بکنه پس یادتون باشه که زمان معامله و صحبت کردن در مورد ملک سر این قضیه با فروشنده به توافق برسید غیر از این خرج ها یک هزینه اکسپرتیز هم دارید هزینه اکسپرتیز اگر اشتباه نکنم چیزی بین 1000 تا 1500 لیر میشه حدودن اکسپرتیز چیه؟ یه آقای یا خانومه کارشناسی میان ملک رو نگاه میکنن بازرسی میکنن و یک قیمت روش میذارن یعنی ملک رو قیمت گذاری تقریبی میکنن معمولا از اون قیمتی که اکسپرتیز روی ملک میذاره یه کوچولو کمتر از اون قیمتیه که شما معامله دارید میکنید حالا در این حد شیرادی نداره ولی نباید خیلی هم پرت باشه حواستون باشه اگر قیمت اکسپرتیز با اون قیمتی که شما قرار پرداخت بکنید برای ملکتون خیلی تفاوت داشت یه مقدار شک بکنید به این قضیه یعنی اینکه دارید ملک رو خیلی گرونتر خرید. پس موقع خرید ملک به رقمی که اون کارشناس ملک میده هم تا حدودی توجه بکنید موقعی سند زدن در صورتی که به زبان ترکی تسلط نداشته باشید وقتی که دارید تشریف میبرید به اداره تاپو باید همراهتون یه مترجم رسمی دادگستری وجود داشته باشه که چیکار کنه که یعنی مثلا من تمام مطالبی که اینجا نوشته شده ذکر شده رو براش توضیح دادم و ترجمه کردم و اون امضایی که ایشون داره اینجا میزنه با علم به اینکه چی رو داره امضا میکنه است یعنی بعدا شما نمیتونید بهت ادعا کنید بگید من ترکی بلد نبودم من نمیدونستم چی رو امضا کردم و اونجا مترجم هم یک امضا میزنه حالا هزینه مترجم حدودا 300 لیر هستش حالا تا 100 لیرم بالا و پایین جا داره ولی بیشترش نه خب حالا که خونهتون رو خریدین به سلامتی شیر نیشو که بخوریم خرچ بعد از خرید خونه اینجا تا حدودی مثل ایرانه اینجا یه عوارز شهرداری داریم که دو بار در سال باید پرداخت بشه این عوارض شهرداری بر اساس متراژ خونه محاسبه میشه و خب متفاوته مسلما اگه بخوام یه چیز تقریبی بگم حدودا هزار لیر در سال در نظر بگیرید راستش فرمول محاسبه این عوارض رو من نمیدونم ولی اگر هر کدوم از شما ها میدونه لطفا توی کامنت ها بهم بگین که منم پینش کنم بقیه هم بتونن استفاده کنم و اما بحث بعدی مالیات فروشه که متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها ازش بیخبریم و متاسفانه باز خیلی اوقات برامون مشکل ساز میشه اینجا برای جلوگیری از دلالی و خرید و فروش ملک و اینا که اصلا میدونید وجود نداره مخصوصا توسط هموطنای ما برای جلوگیری از اینا دولت اومده یه قانون گشته چی میگه؟ میگه که شما اگر ملکی رو که خریداری کردیم قبل از پنج سال خواستید بفروشید اوکی بفروشید ملک خودتونه فقط اگر گرونتر از اون مبلغی که خریدین فروختین هر چقدر که اضافه تر فروختین اول ازش میاد تورم این سالها حالا نمیدونم دو سال بعد سه سال بعد به طور مثال ملکتون رو فروختین تورم این سال از اون مبلغ اضافه تر اول کم میشه و بعد به مابقیش 24 درصد مالیات میخوره حالا میخوام با اعداد و ارقام براتون توضیح بدم که حسابی شیرفهم فهم بشید اخ میدونید من خیلی توی اعداد و ارقام و ریاضیات و اینا خوبم و اصلا کلا سری تو سرا دارم دیگه شما یه ملکی میخرید به سلامتی 800 هزار لیر مبارکتون باشه سال بعد تصمیم میگیرید ملکتون رو بفروشید میفروشید چقدر یک میلیون و دویس هزار لیر یعنی اگر تورم حدودا ده درصدی این یک سالم حساب کنیم شما باید میفروختین 880 هزار لیر چرا بیشتر فروختین مالیات که دادید حالتون جا میاد چقدر میمونه 320 هزار لیر بیشتر میمونه یعنی 320 هزار لیر انگار که شما درآمد داشتید حالا به اون 320 هزار لیرتون مالیات بر درآمد 24 درصدی میخوره گش میشولسون از اون 320 هزار لیر شما باید 80 هزار لیر رو مالیات بدید بدید تا متوجه بشید دلالی کار بدیه خب این نکته که خیلی از املاکی های ایرانی متاسفانه بهش اشاره نمی حالا برای فرار از این مالیات دو راه وجود داره راه اول چیه کسایی که به صورت پیشخرید خرید خونه ای رو میگیرن میخرن که بعد از تکمیل بخوان به قیمت بالاتر بفروشن و حالا یه سودی بکنن سند نمیزنن اصولا که یعنی مثل یه حالت قولنامه مانند می نویسن. تو این حالت که خب بعداً میتونن راحتتر بفروشنش به قیمت بالاتر و حالا دیگه خریدار دوم در واقع سند میزنه خب تو این حالت شما باید خیلی به خریدارتون به فروشندتون شما خریدارید شما در این حالت باید خیلی به فروشندتون اعتماد داشته باشید راه دوم که ترک ها تقریبا در مورد تمام ملک های دست چندم انجام میدن اینه که اون مثاله یادتونه با اعداد و ارقام ریاضی و مدل واری براتون زدم در اون مورد خب شما باید اصولا گفتم ملکه رو میفروختین 880 هزار لیر دیگه درسته میاد نه اون ملک رو همون هزار میلیون و دیویس هزار لیر به شما میفروشه ولی توی سند قیمت رو میزنه 880 هزار لیر خب اینجوری یکی اینکه از اون 24 درصد مالیاته که گفتم حدود 80 هزار لیر باید پرداخت کنه از زیر اون در میره خب میگه من گرونتر نفروختم که درآمدی نداشتم که به چی چی مالیات بزنید و دوم اینکه اون 4 درصد هزینه سندی که گفتم به همون نسبت کم میشه یعنی به جای اینکه 4 درصد هزینه یک میلیون 200 هزار لیر رو پرداخت بخواد بکنه باید 4 درصد 800 لیر رو پرداخت بکنه ولی به دو نکته دقت کنید اول اینکه شما اگر برای گرفتن شهروندی و یا گرفتن اقامت دارید ملک می خرید حتما اصرار بکنید و تاکید بکنید حواستون باشه که قیمت واقعی اون قیمتی که پرداخت میکنید توی سند خورده بشه خب برای شهروندی که معلومه چرا برای اینکه باید ارزش اون ملکی که می خرید به 250 هزار دلار برسه و برای خرید خونه هم الان نه هیچ کف قیمتی در نظر نگرفتن ولی ممکنه در سالهای آینده بیان یه حداقل قیمتی یه کف قیمتی برای ملکی که شما خریداری کردین در نظر بگیرن تا بهتون اقامت بدن که خب در اون صورت باز به مشکل برمیخورید حواستون به این مسئله باشه نکته دوم اینه که این مسئله به نفع خریدار نیست برای خریدار خوب نیست یه مثال دیگه میخوام براتون بزنم با اعداد و ارقام فرض کنید شما یه خونه ای رو که سه دست چرخیده یعنی دست سومه میخرین فروشنده خریدار اول این ملک رو به قیمت 300 لیر خریده همون هم تو سند زده خریدار دوم ملک رو اومده به قیمت 500 لیر خریده ولی تو سند دوباره اون 300 زالیر خورده برای فرار از مالیات خریدار سوم که شما باشین دارین این ملک رو به قیمت 700 هزار لیر مثلا میخرین ولی دوباره همون 300 هزار لیر میخوره تو سند. خب چه اتفاقی میفته؟ شما موقع فروش این ملک به مشکل برمیخورید. فرض کنید میخواید این ملک رو به فروشید یه میلیون لیر. یعنی چقدر یعنی 700 هزار لیر این وسط دارید بیشتر از قیمتی که تو سند خورده ملک رو میفروشید خب شما باید 24 درصد اون 700 هزار لیر رو بیاید مالیات بدید که یا اینکه پنج سال صبر کنید بعد این رو بفروشید میتونید پنج سال صبر کنید صبر کنید نمیتونید مالیاتش رو بدید برای فروش خونهتون اینجا هیچ فرقی بین شما و یک ترک وجود نداره چرا خیلی ها میگن نه تو ترکیه خونه بخری مشتری اول آخرش خودتی نمیتونی بفروشی شیشکی ازت نمیخره چرا؟ خیلی از هموطنای ما به خاطر حالا بودجه کمی که دارن یه خونه ارزون میبینن میخرنش یا به خاطر عدم شناختشون از منطقه و محله میان یه خونه ای رو میخرن و خب ترک ها علاقه به رفتن توی اون محله ها و مناطق شهر ندارن بنابراین چی میشه؟ خب تقاضا برای مشتری و تقاضا برای اون ملک میاد پایین و اینجوری میشه که یا نمیتونن بفروشن یا خیلی طول میکشه تا بتونن بفروشنش توی ویدیویی که در مورد تفاوت سیته و آپارتمان گفتم براتون یه ویدیو گرفتم اینجا لینکشو میذارم برین ببینین بیاین اگه یادتون باشه گفتم یه سری سیته ها هستن که خارج شهرن و خب اون سیته ها سازنده ها به املاکی ها کمیسیون بیشتری پرداخت میکنن برای فروختن واحداشون خب چون واحد ها سختتر فروش میره و املاکی که بتونه اون واحد رو بفروشه کمیسیون بیشتری دریافت میکنه هموطنان املاکی ما که دارن اینجا فعالیت میکنن همیشه اولویتشون اینه که اول خریدارها رو ببرن اون سیتا نشونشون بدن از اونا بتونن بهشون بفروشن که کمیسیون بیشتری دریافت کنن بنابراین شما رو اول میبرن اون سیته ها رو ببینید اون پروژه ها خونه توی اون پروژه ها ببینید و از اونا بهتون بفروشن حالا هموطنی ما هموطن ما که اومده اینجا ملک بخره متاسفانه به خاطر عدم شناختش نسبت به منطقه محله رو نمیشناسه شهر رو خوب نمیشناسه نمیدونه الان اینجا جای خوب شهره جای بد شهره اینجا آیا ترک ها علاقه دارن بشینن زندگی بکنن یا نه مثلا مهاجرهای سوری خیلی ممکنه اون اطراف باشن متاسفانه حالا نجات پرستی یا هر چی در موردش نمیخوام صحبت کنم ولی خب ترک ها خیلی علاقه ندارن تو محله هایی که خیلی مهاجر های سوری سکونت دارن خونه بخرن خب متاسفانه هموطنه ما با عدم اطلاع به این موضوع ها خونه میخرن و بعدم میشن مشتری اول آخرش خودشون دوستان عزیزم مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین اگر ما رو سابسکرایب نکردین من هنوز امیدوارم که اون دکمه قرمز رنگ اون پایین رو این بره دکمه قرمز رنگ این پایین رو برام توسیش بکنید و اینکه اگه دوست دارید بازم من رو ببینید اون زنگوله به صدا در بیارید که از ویدیو جدید من با خبر بشید و اینکه مرسی دیگه خیلی ممنون تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار